أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وصدق الله العلي العظيم. پروردگارا تو را سپاس میگویم و نیکوترین درودهایم را بر ارواح مطهر حبیبت خاتم الانبیا و ولی حجت بر حقت علی مرتضی و صدیقه کبرا فاطمه زهرا و 11 فرزند پاکش تا قطب عالم امکان مهدی موعود حجت ابن الحسن العسکری نثار میکنم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. پروردگارا من در قلب کوچکم چیزی دارم که تو در عرش کبریاییت نداری. من در قلبم تو را دارم ولی تو نمیتوانی مثل خودت را پیدا کنی. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. پروردگارا تو خود فرمودی که بندگانت را می آزمایی. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات. پروردگار عزیز من مرا به سخت‌ترین روش آزمودی. در فاصله کمتر از 5 دقیقه که پسرم مصطفی از من جدا شد، او را در حالی که به مغزش گلوله خورده بود در روی پشت بام و در طبقه 8 ساختمان غرق در خون در آغوشم افکندی. در آن حال به چهره خونالود و مظلوم مصطفی نگریستم و ناخودآگاه فریاد زدم و اذا الموعودت سئلت به ای ذنب قتلت. پسرم مصطفی، به کدامین گناه کشته شدی؟ به خود آمدم بی اختیار بیاد آقا و مولایم حسین افتادم. کجا؟ در کربلای سال 61 هجری. چه نعش خونالود علی اکبرش را در آغوش کشیده بود. بی اختیار با خود زمزمه کردم که لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، و با خود زمزمه کردم که خدا ز آستان رضایم جدا نکند، خدا ز آستان رضایم جدا نکند، من و جدایی از آن آستان خدا نکند. ز دامن کرمش دست التجا نکشم، گدای دامن صاحب کرم رها نکند. پروردگارا تو شاهد باش از امانتی که به من و مادرش سپرده بودی 26 سال نگهداری کردیم و تا آنجا که در توانمان بود در تربیتش کوشیدیم. چه خداشناس و با ایمان و
و مردمدار و با عاطفه و با اخلاق باراید. چه خوشبختانه چنین بود و چنین شد. و خود مصطفی این پذیرش را داشت. او پسری متدین، فروتن، خوشرو، صمیمی، متواضع، مهربان و با اخلاق و به قول همه دوستانش با مرام بود و این لیاقت را داشت که در راه اسلام و قرآن و در راه حفظ استقلال این کشور و در راه آزادی ملت مسلمان و عزیز ایران در طبق اخلاص تنها سرمایه‌اش را که جانش بود غریبانه نثار کند. روح بزرگ مصطفی در کالبدش نمی گنجید. آری حیف بود که مصطفی با آن خصوصیات اعتقادی و اخلاقی و جوششی که داشت به شکل دیگری از دنیا برود. او باید مظلومانه و معصومانه به گونه ای جانش را نثار کند که خون پاکش منشأ اثری باشد. پسرم مصطفی، شهادت گوارایت باد. آنها که رفتند کاری حسینی کردند، آنها که مانده اند باید کاری زینبی کنند، وگرنه یزیدی اند. رجال صدقوا ما عاهد الله علیه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. و حال ای خدای من، ای خدای خوبم، ای معبود من و ای تنها ملجأ و پناه من، امانتی را که به ما سپرده بودی به خودت بازگرداندیم که انا لله و انا الیه راجعون. مصطفی عزیز، ما تو را مرده نمیپنداریم. مصطفی عزیز، ما تو را مرده نمیپنداریم که تو زنده ای. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون. زنده را زنده را زنده نخوانند، زنده را زنده نخوانند که مرگ از پی اوست، بلکه زنده است شهیدی که حیاتش ز قفاست. پروردگارا به عظمت حسین ابن علی این پدر داغ دیده، به عظمت فاطمه زهرا مادر داغدارش، به آبروی ابوالفضل العباس برادران داغ دیدهش و به وجاهت زینب کبرا خواهر داغدارش زینب را و همه اقوام و بستگان و دوستان مصیبت زده اش را صبر و استقامت و شکیبایی کرامت فرما و به آنچه صابران را وعده فرمودی همه ما را برخوردار فرما که اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون.